سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم با هم یک کیک جنبنده درست کنیم. اینو منر جنبون چیز کیک ژاپنی یا جاپانیز چیز کیک. آردش خیلی کمه، پروتئینش خیلی بالاست و خیلی طرفدار داره تو دنیا. بریم درست کنیم. خب اول یه ظرف آب میزنیم رو گازمون تا جوش بیاد. میخواییم به روش بونماری یا بین ماری پنیر و کرمون رو آب بکنیم. آب که جوش اومد شعلش یه ذره بیارید پایین و یک کاسه‌ای که مطمئنید روی حرارت نمیشکنه بذارید و پنیر خامه‌ای رو بهش اضافه کنید. اونم 150 گرم پشبندشم، 25 گرم کره و بعد از اون میرسیم به شیر، اونم 50 میل. خیلی یواش و آروم ذره ذره این ترکیبمون رو هم بزنید تا همشون آب بشن و یک نواخت بشه تکسچرش. میریم برای مرحله بعدی. 4 تا دونه تخم مرغ خوشگل و زیبا داریم که دونه دونه میشکنیم و سفیده و زردش رو از هم جدا میکنیم. خب ترکیب پنیر، کره و شیرمون رو روی شعله ور میداریم، یه همین میزنیم و از یک دست بودنشون مطمئن میشیم و بعد از اون زرده های تخم مرغمون رو که جدا کرده بودیم به این اضافه میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشه. یک دونه الک ور دارید و 40 گرم آرد رو الک کنید توی همون محتویات. چرا الک؟ چون میخواییم گولی گولی های آرد از بین بره و باز هم یک دست باشه. این ویدیو رو بشمارید من فکر کنم 400 بار گفتم یک دست. حالا خوب همش بزنید که میخواییم بریم برای مرحله بعدی. خب رسیدیم به سفیده های تخم مرغمون که قبلا جدا کردیم، یه خورده همش میزنیم و بعد از اون 8 گرم آب لیمو ترش بهش اضافه میکنیم که بوی زخم تخم مرغ رو بگیره. شکر داریم، اونم 60 گرم. حواستون باشه این شکر رو تو 3 مرحله باید بریزین. مرحله اول رو که ریختین یه 1 دقیقه با سرعت بالا هم بزنین و بعدی و بعدی. بعد از 3-4 دقیقه هم زدن با سرعت بالا این شکلی میشه. حالا با درجه پایین به مدت 1 دقیقه و ممتد پشت سر هم هم بزنید تا حباب های بزرگ از بین بره. ببینید باید این شکلی بشه، یه کشی میاد بالا.
خب علکمونو میذاریم و ترکیب تخم مرغیمونو، اونی که با زرده و پنیر و اینا بود، ازش رد میکنیم. اینجا همونجاست که اون یه دستیه رو من انقدر تکرار کردم، میفهمید که چقدر مهمه. برای خیلی از کیک ها مهمه که اینو اول بریزی اون تو، اونو اول بریزی اون تو، اینوری هم نزنی اونوری هم بزنی، واسه این کیک هیچ کدومش مهم نیست. چرا؟ چون ما میخوایم قشنگ حبابامون از بین بره، کیکمون بتپه تو هم. خب با یه متانت خاصی این ترکیبات رو با هم هم بزنید، جوری که یه دست بشه، رنگ سفید و زرد و جدا از هم نبینید، یک رنگ زرد روشن. خب دیگه موقعشه که بریزیمش تو قالب. من اینجا دارم از قالب تفال استفاده میکنم که نه کره میخواد نه کاغذ. اگر از قالب های کیک معمولی دارید استفاده میکنید، حتما دور تا دور و زیرشو کره بمالید و کاغذ نسوز بذارید. وسط کارا فر ببرید، بذارید روی 160 درجه سانتیگراد یا 320 درجه فارنهایت. برمیگردیم و به ظرفمون، به قالبمون ضربه میزنیم تا حباب‌های ریزمون بیاد بالا، و بعد از اونم با یک دونه چوب خلال دندون بلند یک دایره بزرگ رو شروع کنید و ذره ذره به مرکز ظرفتون برسید. این باعث میشه که حباب‌های بزرگ بیان بالا. خب قالب کیکمون رو میذاریم توی ظرف بزرگتر و براش یک وان آب داغ حمام درست میکنیم. چرا؟ چون ذره ذره میخوایم بپزه مرکزش، و اینکه این حرکت باعث میشه که رطوبت کیکمون باقی بمونه و خوش نشه. خب خوشگله بابا رو میذاریم توی فر، تو همون فری که 160 درجه بود از قبل، و 20 دقیقه صبر میکنید. 20 دقیقمون که تمام شد، در فر رو کامل باز کنید، درجه رو بیارید پایین روی 110 درجه سانتیگراد یا 230 درجه فرانهایت و در رو ببندید. حالا باید 60 دقیقه صبر کنیم. شست دقیقه که تموم شد، فر رو خاموش کنید و لای در فر رو به اندازه 2-3 سانت باز بذارین، چون میخواییم حرارت ذره ذره بیاد پایین. خب این هنوز خیلی داغه، تا موقعی که بتونیم دستامون رو بگیریم بهشون نگه داریم و دستمون نسوزه بعد بمونه بیرون، بعد از این تو درش بیاریم. تا من ساب میکنم این خنک بشه، شما سابسکرایب، کامنت و لایک یادتون نره. بریم تا من بقیه اینم بخورم، برید خودتونو ببوسید.